احتمال زیاد این اولین گرده همایی به بهانه سه‌شنبه های بدون خودرو که کوروش عزیز رفت دیگه تو سال نهم که راه انداخت آذر ماه 94 بود دیگه، درسته کوروش الان وارد 403 شدیم. به جرأت یکی از دیرینه ترین و پایدارترین پویش های محیط زیستی ایرانه که به هر حال افتخارش میرسه به شما بچه های پر انرژی و عزیز عراق. و خب میدونید که این همایش سه‌شنبه های بدون خودرو در بیش از 200 شهر ایران تا حالا اجرا شده و من در طول این 36 سالی که در حوزه محیط زیست تلاش میکنم کمتر دیدم یک کمپینی، یک کارزاری، یک پویش محیط زیستی نزدیک به یک دهه دووم بیاره و بچه ها همچنان ازش حمایت بکنن. میخوام بگم که کار بزرگی رو دارید انجام میدید. میدونم که خیلی میتونیم بهانه های مختلفی بیاریم برای اینکه فکر کنیم که این کارها نتیجه نمیده، حاکمیت صدای ما رو نمیشنوه، در همین نزدیکترین فاصله به شما همچنان موضوع ادامه داره، ولی واقعیتش اینه که برای اینکه تغییر ایجاد بشه ما نیاز به کنشگرانی داریم که اولا امیدوار باشن و دوم این که صبور باشن و سوم این که سماجت داشته باشن و چهارم این که همچنان خودشون رو بروز بکنن. این ویژگی ها در پویش مردمی سه‌شنبه‌های بدون خودرو وجود داشته که تا حالا دووم آورده. همیشه اینو گفتم که اگر مثلا در یک شهر توسعه یافته مثل کوپنهاگ ما تونستیم تعداد خودرو سوارها رو کمتر از تعداد دوچرخه سوارها بکنیم، شهردار کوپنهاگ اعلام کرده که این حاصل یک برنامه 47 ساله بوده. 47 سال در پنجمین شهر توسعه یافته جهان تلاش کردند تا سرانجام تعداد دوچرخه سوارها از خودرو سوارها بیشتر شده. پس هرگز نباید احساس ناامیدی بکنید، هرگز نباید فکر بکنید که این کارها فایده ای نداره، همچنان تعداد بیشتری تمایل به استفاده از خودرو دارن. ما کار خیلی خیلی بزرگی رو شروع کردیم. سال پیش که من یک جلسه با معاون وزیر کشور آقای جمالی نژاد داشتم، آماری که به من میداد میگفتش حدود 830 کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری در مدتی که ایشون مسئولیت داره در سازمان شهرداری های وزارت کشور ایجاد شده. شما میدونید که هر سال در آذر ماه که عملکرد بهترین شهرداران ایران رو ارزیابی میکنن، تا قبل از این پویش بهترین شهردار کسی بود که نهضت آسفالت بیشتری را میداخت، پل بیشتری میساخت، تقاطع غیر همسطح بیشتری میساخت، ولی الان تو متن داوری اومده که شهردار نمونه شهرداریه که بتونه شهری رو فراهم بکنه که صدای پرنده ها رو مردم بیشتر بشنوه، بتونه مسیرهای ایمن دوچرخه سواری بیشتری ایجاد بکنه و بتونه دوچرخه اشتراکی را بندازه. اینا جزو فاکتورهای انتخاب شهردار نمونه است و اینا همه مدیون کاریه که کوروش بختیاری و دوستانش در عراق رو انداختن و خیلی ها در جای جای ایران دارن کمک میکنن که این اتفاق بیفته. باید صبور باشیم، باید امیدوار باشیم. این سه‌شنبه‌های بدون خودرو که از عراق را افتاده تحت هر قیمتی و به هر شرایطی باید حفظ بشه و در این حال باید بریم سراغ توسعه زیرساخت‌ها. ما باید شهری رو فراهم بکنیم که مردم با اشتیاق و امنیت بتونن از دوچرخه استفاده بکنن و این میتونه کار بسیار مهمی باشه برای اینکه تعداد بیشتری از آدم‌ها رو سوار دوچرخه بکنیم. به قول حسین آخانی عزیز میگه که اگر که شما یک سال تصمیم بگیرید که در ترددهای درون شهریتون از خودروی شخصیتون استفاده نکنید، یعنی هر کدوم از شما به سهم خودتون 57 درخت کاشتید، چه موهبتی و چه سعادتی و چه فیضی از این بالاتر که بتونید عملکرد درخشانی در کاشت درخت‌های پایدار ایجاد بکنید که اون درخت‌ها نیاز به آبیاری نداره، نگران آفتش نیستید، نگران چرای دامش هم نیستید، ولی داره به این کشور خدمت میکنه، ترسیب کربن میکنه و تولید اکسیژن میکنه. پس بنابراین شک نکنید که کار شما بسیار ارزشمنده. اگه من و عباس محمدی هم امروز خودمون رو با افتخار رسوندیم به جمع شما، برای همین بود بگیم که
ما باید خودمون برای همدیگه دلگرمی ایجاد بکنیم و قهرمان رو باید در آینه ببینیم. گذشت اون زمانی که فکر کنیم به کسی میاد به داد ما میرسه، ما رو درک میکنه. کاری که شما الان چند هفته است هر هفته دارید انجام میدید برای اینکه صدای مردم عراق رو در مقابله با مازوت سوزی به مردم ایران نشون بدید، کار فوق العاده ارزشمندیه. شاید خودتون متوجه نشید، بعضیا میگن چه فایده داره همچنان دارن مازوت میسوزونن، چه فایده داره یه شهری که 500,000 نفره 500 نفر میان شرکت میکنن. ولی دقت کنید که در اصفهان، در تهران هنوز یه همچین همایشی برگزار نشده. یک بار فقط در اردکان برگزار شده. اینکه هر هفته بتونید این کار انجام بدید نشون دهنده درایت، خردمندی، سماجت و شجاعت شما. یک کنشگر مرزی به معنای واقعی هستید. حتما ادامه بدید و شک نکنید که مؤثر واقع میشید. ما میتونیم این کشور رو بسازیم به شرط اینکه خودمون خودزنی نکنیم، به شرط اینکه فقط به شکست ها و به ناملایمات و به ناروایی هایی که در حقمون میشه توجه نکنیم. پیروزی های بسیاری داشتیم، اتفاقات بسیار بسیار امیدوار کننده افتاده. حتی در همین سال 1402 اتفاقاتی افتاده که من واقعا باورم نمیشد. من و حسین شاید 30 ساله داریم میگیم که اقتصادی که آب محور باشه پدر این کشور رو در میاره و ما باید بریم سراغ تعریف یک اقتصادی که وابسته به کشاورزی نباشه، وابسته به صنایع آببر نباشه. خب امسال برای اولین بار ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 سند امنیت غذایی رو منتشر کرد که تو سند امنیت غذایی همه ی حرفایی که ما 30 ساله داریم فریاد میزنیم اومده. این خیلی شگفت انگیزه. این سند ابلاغ شده در تیر ماه و ما امسال تیر ماه در 1403 باید یقه دولت رو بگیریم که یک سال اول اجرای سند شما چقدر تونستید 45 میلیارد متر مکعب ناترازی رو که قول دادید کاهش پیدا بکنه کاهش بدید. استان شما 5 میلیارد متر مکعب ناترازی آبخانها داره، فرونشست زمین داره و فروچاله‌هایی که در منطقه خنداب هست واقعا بسیار بسیار نگران کننده است. اینها همه نشون دهنده این که صداهای ما داره شنیده میشه. کاری که باید بکنیم اینه که دنبال پیگیری اجرای همین قوانین باشیم. ما دنبال این نیستیم که قوانین اتحادیه اروپا اجرا بشه. ما میگیم که همین قانون هوای پاک رو اجرا بکنید فعلا، همین سند امنیت غذایی رو اجرا بکنید، همین دستور معاون اول رئیس جمهور که گفته تا 2030 باید 30 گیگاوات برق از طریق انرژی خورشیدی تامین بشه رو اجرا بکنید. اگر این قانون اجرا بشه ما نیازی به ناترازی انرژی و سوزوندن مازوت نخواهیم داشت. وقت شما با کیفیت بهتر و امنیت بیشتر میتونید در شهر دوچرخه سواری بکنید بدون اینکه نگران آلودگی هوا باشید. اینها همه به هم دست داره. ما عضو یک پازل هستیم و این پازل ها رو باید بتونیم کنار هم بچینیم، به همدیگه امید بدیم.